دوره بیستم رو اختصاص دادم به پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی علارغم فساد گسترده، علارغم تبعیض، رانتجویی، تقلب، دروغ، سرکوب، جنایات فردی، جمعی، هر مشکلی رو که شما در دولت‌های دنیا هم از فاشیستی، کمونیستی، دولت‌های نظامی ببینید، در دنیا اگر سوابق دولت‌های مختلف رو خونده باشید و دیده باشید، مجموعه اینها رو ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم. چرا چنین رژیمی 4 دهه دوام آورده و ملت ایران رو مسخر خودش قرار داده؟ برای پاسخ به این پرسش در 8 برنامه گذشته من به 8 عامل اشاره کردم. در پرانتز خدمتون عرض میکنم که تحولات اجتماعی، مسائل اجتماعی معمولا تک عاملی، تک پرسشی نیست. خیلی ساده است که بگیم که جمهوری اسلامی رو غربی ها آوردن، دولت های بیگانه آوردن و اونا میخوان نگرش دارن، بنابراین مونده. این خیلی قضیه رو ساده دیدن هست. جمهوری اسلامی دوام آورده به دلیل عواملی که من خدمتتون دارم یک به یک توضیح میدم. این 8 جلسه گذشته رو من فقط بهش اشاره میکنم، به موضوعاتی که مورد بررسی قرار دادم. موضوع اول استفاده حکومت بود از چهره های مشهور، سلبریتی ها در دستگاه تبلیغاتی مثل ورزشکارها، هنرمندا. اینها اکثرا به دلیل رانت ها و امتیازات حکومتی به بخشی از بازیگران و عوامل دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تبدیل شدند. عامل دوم در واقع فروش عدالت اجتماعی قلابی توسط حکومت به مردم بوده. در دوره‌هایی هم بخش‌هایی فریب این داستان رو خوردن، مثلا فکر می‌کردن که آقای احمدی نژاد اگر بیاد پول نفت رو بر سر سفره مردم میاره. عامل سوم بازی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، قرار گرفتن در اردوگاه چپ، در اردوگاه سوسیالیستی و بازی با افکار عمومی غربی ها، در واقع تلاش برای نزدیکی به ایده ها و گفتمان جریان های چپ که اینها هم در کشورهای غربی صدای برای خودشون دارن، خب باعث شده که جمهوری اسلامی بتواند از انزوای کامل فرار کنه. عامل چهارم در تداوم جمهوری اسلامی این نکته است که در کنار اینکه برخی از مردم ایران از ابتدا، بخش کوچکی از ابتدا با حکومت بودن، بخش هایی هم در 4 دهه گذشته به رنگ حکومت در اومدن، ریزش داشته این حکومت، گروه های از این حکومت جدا شدن، گروه های مذهبی بودن دیگه مذهبی نیستن، از نهادهای انقلابی جدا شدن، مخالفت میکنن امروز با حکومت، اما در کنار اون بخش هایی از حکومت در فساد، در تقلب، در دروغگویی، اینها به رنگ حکومت متاسفانه در آمدن. عامل پنجم تراژدی ایران شناسی، اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی در دانشگاه های کشورهای غربی است که اینها به جای اینکه بدیلی برای وضعیت امروز در ایران عرضه کنن، معمولا در همون ارکستر می نوازند. حالا یا در ارکستر چپش می نوازند، یا در ارکستر هویت‌گراش می نوازند، یا در ارکستر اسلام‌گراش می نوازند. عامل ششم رسانه‌های فشل یا به هم ریخته آلترناتیو هست. قرار بوده اینا آلترناتیو باشن، مثل بی بی سی فارسی، مثل صدای امریکا. اینها نتوانستند واقعا تبدیل به رسانه آلترناتیو بشن. امروز شما نگاه بکنید به بی بی سی، به صدای امریکا، اینها درسته در ایران گروه‌های اینها رو تماشا می‌کنن، اما واقعا صدای جریان آلترناتیو جمهوری اسلامی نیستند. عامل هفتم بازی دوگانه میان رو رادیکال هم در داخل و هم خارج بود که این هم بخشی از مردم ایران رو فریب داده و هم بخشی از جامعه جهانی رو. و عامل هشتم هم که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادم، طلبکاری و خودحق پنداری مقامات جمهوری اسلامی است که اینها به مردم چنین می‌نمایانند که نماینده خدا هستند، واقعا از مردم به دلیل مجموعه خلافهایی که انجام میدن، جنایاتی که انجام میدن، از مردم ایران طلبکارند، انتظار دارن همه هر روز اونها رو تقدیر و ستایش کنند. در این جلسه بحث من در مورد مهندسی فرهنگ هست که عامل بسیار مهمی است در اینکه یک رژیم
اقتدارگرا و یک رژیم خونخوار بتواند ادامه پیدا بکند. اتفاقا آقای خامنه ای اگر شما به صحبت های ایشون رجوع بکنید، به سایت ایشون برید، همین فرهنگ رو یا مهندسی فرهنگ رو جستجو کنید، بسیاری از صحبت ها رو ایشون صریحا میگه ما باید فرهنگ رو در کشور مهندسی کنیم و این کار رو دارن میکنن. فرهنگ امروز جامعه ایران یک فرهنگ عادی، یک فرهنگ عمومی که مردم درش نقش داشته باشن، گروه های اجتماعی درش نقش داشته باشن نیست. فرهنگی است که از مجرای حکومت میره، حکومت یه بخشایشو میبره، یه بخشایشو دستکاری میکنه، یه بخشایشو خفه میکنه، یه چیزایی رو خودش تولید میکنه به جامعه عرضه میکنه. یه فرهنگ کاملا مهندسی شده هست و همین فرهنگ مهندسی شده مردم رو هم در غفلت نگه میداره، هم فریب میده، هم امروز به فردا میاندازه، هم مردم رو به رنگ حکومت در یه حدودی در میاره. نقش بسیار مؤثری داره. نباید ما مجموعه عملیات و سازوکارها و فرایندهای درونی حکومت رو نادیده بگیریم. باید این حکومت رو به خوبی شناخت. اونهایی که به دنبال این هستن که از شر این حکومت خلاص بشن، به نظر من باید هم روحانیت شیعه رو به خوبی بشناسن که چه هیولایی است و چه موجودی است، چه نهادی است، چگونه عمل میکنه، چگونه کار میکنه. هم حکومت امروز رو باید به خوبی بشناسن. آنچه از ابعاد مهندسی فرهنگ که در واقع در ایران تحت عنوان اسلامی سازی به مردم عرضه شده و در جمهوری اسلامی به خوبی شناخته شده هست، پدیده هایی هستن مثل سانسور، مثل فیلترینگ، ارسال پارازیت، توزیع رانت به خودی هایی که در بخش فرهنگ هستن، تحت عناوینی مثل اسلامی سازی سینما، اسلامی سازی ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی و غیره و غیره هست. ما به این مجموعه میگیم مهندسی فرهنگ. اما مهندسی فرهنگ در جمهوری اسلامی به فراتر از اینها میره، یعنی فقط به اونها محدود نمیشه، فقط به سانسور یا فیلترینگ یا پارازیت محدود نمیشه. در این جلسه من به ابعادی از این مهندسی فرهنگ با تفصیل بیشتری میپردازم. اولین بُعد مهم بحث نهادهاست. جمهوری اسلامی در برخورد با نهادهای مختلف معمولا روالش این بوده است که در 14 دهه گذشته نهادهایی رو که خود اینها تأسیس میکنن، اینها مرتبا تقویت میشن، منابع در اختیارشون گذاشته میشه، امکانات میگیرن، قانون تصویب میکنن به نفعشون، اما نهادهایی که کوچکترین زاویه‌ای با حکومت داشته باشن اینها همیشه تحت فشارن، تعطیل میشن، اعضاش بازداشت میشن، شکنجه میشن، کشته میشن. این کاری بوده که جمهوری اسلامی همیشه کرده. نهادهای فرهنگی غیر خودی در جمهوری اسلامی همیشه تحت فشار بودن. مهندسی فرهنگی در برخورد با افراد، نه فقط با محرومیت از شغل یا امتیازات یا گرفتن تذکر، بلکه با تهدید نیروهای امنیتی و حتی زندان و ترور انجام می شده. در مورد مؤسساتی که نیمه مستقلن، مستقل هستن، غیر دولتی هستن، این سیاست معمولاً به تعطیلی اونها انجام شده، در واقع مؤسسات رو می کشند. این برخوردها معمولاً از توبیخ شروع می شه، بعد تهدید، بعد اجبار، می رسه به حد بمبگذاری، آتش زدن کتاب فروشی، بمبگذاری مطبوعات، روزنامه ها، آتش زدن سینما، حمله به مردم در سالن سینما اگر فیلمی مخالف نظر آقایون وجود داشته باشه. این از قبل از انقلاب شروع شد، آتش زدن سینما ها و کشتن مردم، مثل سینما رکس آبادان که در اون ماجرا 400 نفر کشته شدن، در این ادامه هم پیدا کرده. حالا امروز کاملا آتیش اونجوری نمیزنن، یه گوشش آتیش میزنن که مردم به سینما نیان. اگر فیلمی که مد نظر بسیجی ها و دستگاه رهبری نباشه نمایش داده بشه. بعد خب افرادی که این نهادها رو میگردونن مجبور میکنن به تکذیب، مجبور میکنن به عذرخواهی. اینا همه بخشی از مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی است که آقای خامنه‌ای به صراحت برش تاکید کرده. مدیران بخش فرهنگ در ایران بر اساس باور به این مهندسی فرهنگی انتخاب میشن. اگر کسی واقعا به این داستان اعتقاد نداشته باشه نمیتونه مدیر باشه. چرا باید وقتی وزیر علوم و آموزش عالی میخواد انتخاب بشه، گفته شد در همین روزها قبل از اینکه وزیر جدید دولت روحانی به مجلس معرفی بشه، که 21 نفر
مطرح شدن رد شدن. اینا رو آقای خامنه‌ای یکی یکی به تو میکنه، هر کدومو که ببینه کوچکترین زاویه‌ای داره یا اینجا حرف ناشنوی داشته اینا رو کنار میگذاره، کسانی رو میگذارن که کاملا مطیع و رام دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی باشن. نکته دومی که در بخ در مهندسی فرهنگ در ایران کاملا نقش جدی بازی میکنه این هست که بخش فرهنگ رو نمیگذارن استقلال مالی و سازمانی داشته باشه. همه چیز در اختیار حکومت هست. رسانه‌های الکترونیک مثل رادیو تلویزیون که کاملا دولتی هستن، هم سازمانشون دولتیه، هم رئیسشون رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه، هم منابعش رو مجلس تصویب میکنه. حتی فیلم و کتاب با بودجه های دولتی مستقیم و غیر مستقیم تولید و توزیع میشه. مواضع حکومت در این زمینه ها کاملا صراحت داره. به همین علت عدم استقلال مالی، به علت همین عدم استقلال مالی هست که رهبر جمهوری اسلامی حتی در کوچکترین امور محتوایی حوزه کتاب یا مطبوعات دخالت میکنه. مدیران بخش فرهنگ هم سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو معمولاً دنبال می‌کنن. آقای خامنه‌ای در دیدار مسئولان رادیو تلویزیون دولتی با ایشون میگه از جمله سرگرمی‌ها مسابقات است. مسابقات خوب است، منتها باید مراقب بدآموزی‌های قولی و عملی در آنها بود. گاهی در زبان، گاهی اصلاً در کیفیت رفتار، گاهی هم در خنده‌های بیخودی سبکی دیده می‌شود. و البته گاهی اوقات هم این چیزها نیست. یکی از مسابقه ها مسابقه تلفنی است. شخصی تماس میگیرد و به خاطر هیچی به او جایزه میدهند. یک روز من دیدم در یک برنامه تلویزیونی 5,000,000 تومان به یک نفر جایزه دادند برای اینکه به چند سوال جواب داد. این سرگرمی خیلی جالبی نیست. 5,000,000 تومان تقریبا حقوق 2-3 سال یک کارمند متوسط است. البته اشاره نمیکنه ایشون که خودش صدها میلیارد دلار در اختیار نهادهای تحت نظر ایشون هست. در ادامه ایشون میگه ممکن است بگویند این کار ترویج علم است، ترویج علم را از یک راه بهتر بکنید، این راه ضرر دارد. ادعایی که این گونه مسابقات را نگاه میکنند بی منطقی به ذهنشان میآید و از این بی منطقی سوء استفاده میکنند. این کار منطقی ندارد که مثلا بنده بدانم انجیل عربی است یا یونانی است یا لاتینی است بعد بگویند حالا که شما دانستید این 500,000 تومان یا فلان مبلغ مال شما، این کار معنی ندارد. بنابراین مقوله سرگرمی و تفریح لزومش یک مسئله است، با برنامه ریزی بودن آن یک مسئله است، با محتوا بودنش یک مسئله است، پرهیز از جهات منفی هم در آن یک مسئله است. اینو صحبت هایی است که آقای خامنه‌ای در 11 آذر سال 83 در دیدار با مدیران تلویزیون دولتی گفته. ببینید آقای خامنه‌ای این صحبت ها نشون میده که در ریزترین برنامه ها، این که تو برنامه چه سوالی میپرسن چه نظری داده میشه، در ریزترین امور کشوریشون دخالت میکنه. به همین علت رنگ و بوی اداره، یعنی سبک اداره قاجاری یا تزاری یا دیکتاتوری آقای خامنه‌ای رو شما در سرتاسر امور کشور میبینید، چون ایشون در همه امور دخالت میکنه. از یک مسابقه سرگرمی کوچک شما بگیرید تا اینکه فلان مدیر کل در فلان اداره کیه. در همه این امور، حالا یه بخشایش رو در جلسات رسمی تر و علنی تریشون میگه، یه بخشایش رو در جلسات خصوصی تر میگه، در همه امور ایشون دخالت میکنه. چرا دخالت میکنه؟ برای اینکه سازمان دولتی هن، برای اینکه این سازمان در ایران بخش خصوصی وجود نداره، رسانه مستقلی وجود نداره، اینا باید اطاعت کنن از نظراتی که حالا غیر از آقای خامنه‌ای تک تک آخوندهایی که تو قم هستن اینا نظر میدن، نظراتشون باید اعمال بشه توی برنامه ها. برخی از اهل هنر و فرهنگ در ایران متاسفانه گهگاه فراموش میکنن که در یک نظام تمامیت خواه دارن زندگی میکنند. این فراموشی ناشی از غفلت بخش بسیار کوچیکی از دستنداران بخش فرهنگ و هنر نیست. بخش قابل توجهشون غافل هستن. در واقع شما اگر به صحبت هایی که اهل هنر و فرهنگ در ایران، اونایی که رسما دارن کار میکنن، اونا که هنوز حسب نشدن، نگاه بکنید، عمدتا حرفاشون علیه این و اونه، علیه این میزنن، علیه اون میزنن، چون یه منای کیکیه، هر کدوم تلاش میکنن بیشتر از این کیک داشته باشن. اون کسی هم که این کیک رو توزیع میکنه انتظارات بی‌نهایتی داره، باید تمام اون انتظاراتش برآورده بشه. واقعا اهل هنر و فرهنگ در ایران نمیدونن، بخش قابل توجهشون
نمیدونن کجا زندگی میکنن، توجه ندارن که شهرت و دسترسی به تریبون مانع از دست دادن امکان کار به خاطر فراتر رفتن از خط قرمزها در ایران میشه. مدام این اتفاق میفته، بعد میان درگیر میشن، یه عده کنار میرن، یه عده هم که تا ابد میتونن همینطور به کارشون ادامه بدن، مثل آقای شریفینیا، مثل آقای بنیامین، مثل دیگران که هفته یه دفعه میرن میشه بسیجی ها، با بسیجی ها گده دارن، ارتباطات دارن با امنیتی ها، با نظامی ها، مثل آقای مهران مدیری، اینا خب میتونن ادامه بدن، ولی یه عده اصلا این وسط حذف میشن چون سیگنال های بیت و سیگنال های آقای خامنه ای رو نمیگیرن که چطور باید برنامه بسازن و برنامه ها رو اداره کنن. وجه دیگر مهندسی فرهنگ در ایران مسئله انتخاب نام افراد هست. این مسئله بسیار برای جمهوری اسلامی کلیدی است. جمهوری اسلامی و روحانیت میخوان که تک تک شهروندان ایرانی نام ائمه شیعه رو داشته باشن، نام های عربی داشته باشن، و این نام ها البته خب وقتی کسی 50 سال 60 سال یک نامی رو داشته، این کار بسیار دشواری هست عوض کردنش دیگه. اتفاقا یکی دو نفر از دوستان برنامه با من تماس گرفته بودن که شما چرا اسمتون عوض نمی‌کنی. من در توضیحاتی که براشون دادم این بود که اولا در سن 57 سالگی دیگه عوض کردن نام بسیار کار دشواری است، با انواع و اقسام مسائل حقوقی، مسائل اداری آدم درگیر میشه، از بانک و بیمه و مسائل مختلف، کارت اعتباری و اینها، شما همه اینا رو بذارید، همه اینا رو بذارید کنار هم، یک معضل بزرگی است. آره در سن 15-16 سالگی که زندگی افراد هنوز شکل چندان شکلی نگرفته، عوض کردن اسامی کار آسونی است، افراد میتونن به راحتی اینا رو عوض کنن، اما در سنین بالا کار بسیار دشواری است. بعد مسئله مهمترینه که نام رو پدر مادر به آدم میدن. منتها جمهوری اسلامی از وقتی که در سال 57 به این طرف این نام در نامگذاری ها دخالت میکنه، دستکاری میکنه، نامگذاری ها رو مهندسی میکنه. چجوری؟ حالا من براتون توضیح میدم. برخی معتقد هستند که حجاب اجباری در جمهوری اسلامی نوعی واکنش به کشف حجاب در دوران رضا شاه بوده. این ایده به نظر من از اساس نادرسته، چون جمهوری اسلامی در صدها حیطه دیگر داره مهندسی فرهنگی میکنه و سعی میکنه مردم اونطوری رفتار کنن که اون میخواد، در حوزه هایی که اصولا هیچ سابقه ای در دوران پهلوی نداره. در دوره پهلوی کسی کاری نداره شما اسمتون بچه‌تون چی میگذارید. جمهوری اسلامی اگر این کارو میکنه واقعا عکس العمل در برابر دولت پهلوی نیست. کارهایی که خود اینا میکنن ربطی به این و اون نداره، کارشون عکس العملی نیست، کارشون تمامیت خواهانه است، برای سرکوب فردیته، برای اینکه مردم رو تحت قید و بندهای خودشون قرار بدن. به عنوان مثال در دوران پهلوی کسی به اسامی که برای انتخاب برای کودکان انتخاب میشد، پدر مادر انتخاب میکردن، کاری نداشت. اما جمهوری اسلامی از آغاز استقرار اولا به تشویق اسامی ائمه شیعه میپردازه و بعد مردم رو از انتخاب اسامی که برای روحانیت شیعه نامطلوبه باز میداره. یک متنی رو، یه صحبتی رو کرده بود معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه، من این رو براتون میخونم ببینید که واقعا داستان چگونه عمل میکنه مسئله دستکاری ها. ایشون میگه که در این رو از سایت ایسنا 22 اردیبهشت 94 من نقل قول میکنم، ایشون میگه سال گذشته 46 مورد اسم انتخابی جدید به اداره کل ثبت احوال استان تحویل شد که از این تعداد با 26 اسم موافقت و 20 اسم دیگر رد شد. نمیذارن یک، شما اگه پدر مادرید میرید اسم برای بچه‌تون انتخاب میکنید، اگر اسمش علی و حسن و حسین یا ستاره و نرگس و اسمای معمول نباشه، جلوی شما رو میگیرن. ایشون در ادامه میگه اسامی که در سال گذشته در کمیته نام اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه رد شدن شامل خواک که به معنای مبارز و شورشگر هست، احتمالاً در زبان کردی، لایان، مادیا، سوشیا که البته اسمیست در چیز هست، در موتور زرتشتی هست، ساندیا، ماه، سمین، آنیس، وسال، بعد آشیل، روحتاف، حسین کیان، یکی بسید بچهش میخواد ترکیبی بذاره، گفتن نه نمیشه، ناموزونه، حکومت تعیین میکنه که چه اسمی موزونه چه اسمی ناموزونه. بعد زانست،
تیگران که نام پادشاه ارمنستان بوده، چه اشکال داره کسی اسمش رو بخواد بذاره تیگران؟ در ادامه ایشون میگه همچنین در سال گذشته اسامی انتخابی جدید مثل حسنین، آبان، هوژان، آریامهر، آرمائیل که نام آشپز یکی از پادشاهان ایرانی بوده، ایرانی در واقع ما قبل دورانه، در واقع اینا افسانه است، دوره افسانه است نه دوره تاریخ واقعی، ماهبد، میگه این اسامی هم در این کمیته رد شدن. شما اگر یه اسمی برای بچه‌تون بخواید بزنید، یه کمیته‌ای هست که این اصلی اصلی اسامی رو رد میکنه، یه سری اسامی رو تایید میکنه. اینم داستان مربوط به دهه 60 و سال 61 و 57 و اینا نیست که گفته بشه که جمهوری اسلامی از اینها گذر کرد، اینا تندروی‌های اوایل انقلاب بوده، این مال سال 94ه، ایشون صحبت رو سال 94 کرده. در یه جامعه آزاد مردم آزادن هر اسمی روی فرزندان خودشون بگذارن و حکومت نباید در این زمینه‌ها دخالت کنه. اما در جمهوری اسلامی در همه زمینه‌هایی که جنبه‌های فرهنگی داشته باشه جمهوری اسلامی دخالت می‌کنه و این دخالت‌های خودش رو هم توجیه می‌کنه. اسم ناموزونه. به اداره ثبت احوال چه ربطی داره که یه اسم ناموزونه، ترکیبیه، مال شاهان قبل از سال 57، مال کشورهای دیگه است. پدر و مادر حق دارن روی فرزندشون هر اسمی که می‌خوان بگذارن. بعد هم اگر اسم نامناسبه و یه فردی اسم خودش رو نامناسب میدونه، در سن 18 سالگی وقتی به دوره بلوغ رسید این حق رو در همه کشورها افراد دارن که برن اسمی رو که خودشون میخوان رو خودشون بگذارن. یه چیز خیلی عادی است. هیچ بچه‌ای در روزی که به دنیا میاد نمیتونه ادعا کنه که من اسمم خودم باید انتخاب میکردم. طبعا پدر مادر انتخاب میکنن. یه چیز ناگزیری است. البته بعضی پدر مادرها کج سلیقه‌ان، واقعیتی است، اما به ما ربطی نداره، یعنی نه به من و شما ربط داره نه به حکومت ربط داره. این رو خود افراد میگذارن، نتایجش رو میبینن. مثلا اسم ناجوری میذارن تو مدرسه، بچه رو ممکنه یه مسخره بکنن، مجبور میشن میرن اسمو عوض میکنن، یا ممکنه عوض نکنن، بچه چندین سال زجر بکشه. اینا واقعیتی است در عالم وجود داره. حکومت قرار نیست که تمام ابعاد زندگی مردم رو مهندسی کنه، در تمام ابعاد زندگی مردم دخالت کنه. اما جمهوری اسلامی خب معتقده که مردم صغیرن، اینا وصل به خداوندن و در همه امور مردم میتونن دخالت کنن، ولایت مردم در دست اینهاست. بُعد دیگری از مهندسی فرهنگی در جمهوری اسلامی دادن مجوز مراکز آموزشی است، آموزشی خصوصی. این مجوزها در واقع این مراکز نقش بسیار مؤثری دارن در این که فرهنگ عمومی چگونه شکل بگیره، چون افراد تحت تأثیر معلمشون، فضای آموزشیشون طبعا قرار میگیرن. جمهوری اسلامی مجوز این مراکز آموزش خصوصی رو معمولا به خودی ها میده، به کسانی که دوربر اون کاست حکومتی و گروه حکومتی هستن به اونها میده، چون یک وسیله کاسبی است، وسیله پول در آوردن هست و انحصار قابل توجهی هم درش وجود داره. مقامات دولتی بعد از حذف رقبای سیاسی انحصار بخش دولتی رو از آموزش برداشتن. اولی میگفتن فهمش باید دولتی باشه، انحصار برداشتن تا خودشون توی این کسب و کار وارد بشن. اما مجوزها و امکانات و یارانه های این بخش معمولا به خودی ها تعلق میگیره، به مقامات دولتی و خانواده هاشون و آقازاده ها. به عنوان نمونه نگاه بکنید به فهرست مؤسسات غیر دولتی و صاحبانشون. من این لیست رو براتون میخونم. مؤسسه غیر انتفاعی ارشاد دماوند متعلق به آقای عبدالواحد موسوی لاریست، وزیر کشور دوره آقای خاتمی. مؤسسه غیر انتفاعی مهر البرز متعلق به آقای کمال خرازی است که وزیر خارجه دولت آقای خاتمی بود. مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی خراسان متعلق به محمد باقر قالیباف، شهردار بوده، امروز حالا چند ماهی شهردار نیست. مؤسسه غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان متعلق به سعدالله نصیری قیداری، فکر کنم یه دوره ایشون عضو مجلس بود، بعد حالا احتمالاً به همین کارهای خصوصی مشغوله. مؤسسه غیر انتفاعی کرمان متعلق به مهدی زاهدی، از خانواده زاهدی هایی است که یه دوره وزیر علوم بود در دوره آقای احمدی نژاد.
مؤسسه غیر انتفاعی علامه محدث نوری متعلق به حمید رضا ناطق نوری، برادر آقای ناطق، رئیس سابق مجلس. مؤسسه غیر انتفاعی ربع رشیدی تبریز متعلق به حسین نادری منش، از کاست حکومتی، از اعضای کاست حاکم. دانشگاه امام صادق متعلق به آیت الله مهدوی کنی که وقتی مرده حالا به پسرش رسیده. دانشگاه ها در ایران به ارث میرسه، این پدیده بسیار جالبی است. مؤسسه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران متعلق به مرتضی حاجی، وزیر آموزش پرورش دوره های خاتمی. مؤسسه غیر انتفاعی فضیلت سمنان متعلق به مصطفی کواکبیان، از اساتید حوزه علمیه قم. دانشگاه غیر انتفاعی طبری بابل متعلق به فاضل اردشیر لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه. دانشگاه مفید قم متعلق به آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، ایشون رئیس دیوان عالی کشور بود در دوره آقای خمینی. مؤسسه غیر انتفاعی کار قزوین متعلق به علیرضا محجوب، عضو مجلس. مؤسسه غیر انتفاعی پژوهش صنایع ایران متعلق به حسین عبدو تبریزی، از کسانی که در حوزه‌های اقتصادی کار می‌کرده، کلی هم مقامات داشته در حیطه‌های اقتصادی اجرایی. مؤسسه غیر انتفاعی رفاه متعلق به خانواده هاشمی رفسنجانی و ناصر باهنر، اینا خیلی از کاراشون هم مشترک با هم انجام میدن، با اینکه مثلا بسیاری از اینا در جناح و گروه های سیاسی واحد نیستن، ولی در این زمینه ها در کار خصوصی با هم همکاری میکنن. مؤسسه غیر انتفاعی پردیسان فریدون کنار متعلق به علی اکبر ترکان. مؤسسه قضایی غیر انتفاعی عدالت متعلق به هاشمی شاهرودی که امروز شده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. دانشگاه ایرانیان متعلق به آقای محمود احمدی نژاد و یه دانشگاه هم که آقای عارف راه انداخته. اینها مؤسسات خصوصی که هست، اسمش غیر انتفاعیه ولی واقعا سوداوره برای این آقایون. اینها رو مجوزهاش رو به خودی ها و به همون اعضای کاست حکومتی میدن. وجه دیگر این مهندسی فرهنگی محدود کردن دسترسی خبرنگاران خارجی است. در ایران ظاهرا خبرنگاران خارجی به ایران میان و گزارش تهیه میکنن، اما اولا اینکه چه خبرنگاری بیاد، اونها جمهوری اسلامی اجازه میده خبرنگارهایی که سوالات جدی بپرسن گزارش های انتقادی تهیه کنن، اینا را نمیدن. به خبرنگارهایی که رام هستن سوال سخت نمیپرسن، مثلا چارلی روز یا برخی از گزارشگرای شبکه ABC، کسایی که احمدی نژاد باشون مصاحبه میکرد یا آقای روحانی باشون مصاحبه میکنه، خبرنگارهایی که سوالات سخت نمیپرسن، سوالات جدی نمیپرسن، رامن، میان اونجا سرشون میزنن زیر، برمیگردن و کسی که براشون گذاشته، بر هر خبرنگاری که میاد داخل ایران براش که به پا میذارن و این نباید تخطی کنه وگرنه دوره بعد بهش مجوز نمیدن. اینهایی که میان و بدون اینکه دست از پا خطا کنن کاری که جمهوری اسلامی میخواد انجام میدن و برمیگردن، اینها رو اسمشون شده خبرنگاران خارجی که به ایران میان، کاملا دستکاری شده و مهندسی شده است. ما در ایران این پدیده رو که خبرنگاری چه داخلی و چه خارجی بتواند مستقل کارش رو انجام بده، در ایران چنین چیزی وجود نداره، هیچ وقت هم در دوره جمهوری اسلامی وجود نداشته. اینها کاملا این داستان رو کنترل میکنند. وجه دیگر مهندسی فرهنگی در ایران داستان رسانه های اجتماعی است، شبکه های اجتماعی است. سابقش خیلی سابقه روشنی است. اونهایی که تحت کاملا همکاری نداشتن با جمهوری اسلامی، حرف شنوی نداشتن، مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، اینا از ابتدا فیلتر شدن، چون اینا قرار نبوده که به جمهوری اسلامی پاسخ بدن، باش همکاری کنن، گوش بدن به حرفاشون. تنها شبکه اجتماعی که امروز در ایران کار میکنه تلگرام هست. چرا؟ چون یک روس این رو اداره میکنه و با جمهوری اسلامی هم مدام در حال گفتگوست، یه چیزایی ازش میخوان اجرا میکنه و گرنه خب فیلتر میکنن. یعنی کاملا، البته از او خواسته بودن که تمام سروراش رو به ایران منتقل کنه ولی چنین کاری رو نکرده، چون اون هم
میدونه که اگر چنین کاری انجام بده کلن داستان دستش خارج میشه. اما کاملا با جمهوری اسلامی هماهنگ هست و به همین علت هم هست که همچنان این شبکه باز هست و مردم میتونن استفاده کنن. فواید بسیاری داره، من منکر فوایدش نیستم، اما کنترل شده است. یعنی اگر یک روز بخوان ببندن میبندن، اگر یک جایی مثلا تلگرام یه دفعه امکانات صوتیش رو باز کرد فوری بستند. یعنی میتوانند اعمال فشار کنن، با مسئولان این شبکه در ارتباط هم فشار میارن، کنترل میکنن، قضیه تحت کنترل و اختیارشون هست، وگرنه تا الان این شبکه رو هم مثل بقیه فیلتر کرده بودن. این داستان مهندسی فرهنگی رو شما در همه عرصه ها میتونید ببینید، حتی در این که در یک مدرسه مدیر کی باشه، معلم کی باشه، ناظم کی باشه، معلم دینیش کی باشه، برید تا اینکه تو کتاب‌های درسی کلمه به کلمه چی نوشته شده باشه، اینا کنترل شده است. مجموعه کتاب‌های درسی در ایران برای مثلا 20 سال تحت نظارت آقای حداد عادل بوده که از نزدیکان آقای خامنه‌ای بوده و تمام جزئیات کلمه به کلمه‌ای که در کتاب‌های درسی میاد اینا کنترل شده است. یه چیزایی رو مردم ایران نباید بدونن، یه چیزهایی رو باید زیادی بهشون تلقین کرد، تزریق کرد. اینا کاملا در چارچوب‌های مختلف از کتاب‌های درسی، رادیو، تلویزیون، شبکه‌هایی که در داخل هست، سایت‌هایی که در داخل هست، از نمازخونه‌ها بگیرید برید تا صحن‌ها تا مساجد، همه اینها توسط حکومت کنترل میشه. حالا بخشیش با پاداش، با دادن امکانات، بخشیش با تنبیه، با اینکه اگر یه امام جماعتی در یه مسجد یه سخنی بگه که فاصله داشته باشه فوری رو برکنار میکنن. اینطور نیست که کسی بتونه مستقل در ایران حرفی بزنه، کاری انجام بده. اگر کسی هم چنین کاری رو بکنه باید براش هزینه بپردازه. اینطور نیست که افراد بتوانند به راحتی در این زمینه ها کار کنند. البته کار جمهوری اسلامی در حیطه مهندسی فرهنگ کار دشواری بوده، کار آسونی نبوده. علتش هم این هست که در ایران امروز 71 استفاده کننده از تلفن همراه هست، 27.5 میلیونشون دارنده گوشی تلفن هوشمند هستند. این رو سال 94 بوده، الان فکر میکنم که مثلا این رقم احتمالاً به 35 میلیون 40 میلیون رسیده باشه، این داستان تلفن‌های هوشمند، چون خیلی ارزون شده، در همه جای دنیا راحت هست. بخش قابل توجهش هم خود سپاه قاچاق میکنه برای اینکه باید پول فعالیت‌های مختلفش رو در بیاره. در 95% تلفن همراه که وارد ایران میشه گوشی ها اینا قاچاق هست. قاچاقش هم دست معلوم دست کیه که این کار رو انجام میده. 70% مردم به کانال های تلویزیونی ماهواره‌ای دسترسی دارن. میلیون ها نفر ایرانی مدام به خارج و داخل کشور سفر میکنن، ارتباط دارن. خب همین داستان ها مهندسی فرهنگی و کنترل همه جانبه، چون جمهوری اسلامی دنیای یک رژیم تمامیت خواهه، حتی حاضر نیست 5 دقیقه 10 دقیقه هم به مردم فرصت بده که از یک کانال رسمی دیگری خبری رو بشنون. هر چی که هست غیر قانونی، زیرزمینی، ممنوعه. مردم میکنن، مردم کانال های ماهواره تلویزیونی رو تماشا میکنن، مردم چیزایی رو میذارن روی شبکه‌های اجتماعی که حکومت ممکنه دوست نداشته باشه، اما حکومت اینا رو میپاد، کنترل میکنه، تنبیه میکنه، احضار میکنه، یعنی فشارش رو میاره برای اینکه اینا رو تحت کنترل داشته باشه. از همین جهت هم کار حکومت کار بسیار دشواری است. همونطور که قبلا هم گفته شده است، تمام نهادهای حکومتی از سپاه، قوه قضاییه، دستگاه انتظامی، همه اینها نهادهایی برای کنترل و مهندسی فرهنگی دارن. از اداره اماکن بگیرید تا فتا تا انواع و اقسام افسران جنگ نرمی که آقای خامنه‌ای میگه، اینا صبح هزاران نفر هستن در میشینن مرتب یا اطلاعات غلط به مردم میفرستن تو شبکه‌های اجتماعی، یا کنترل میکنن، یا اگر یه سایتی در خارج هست زیرش اظهار نظرهای خاص خودشونو میگذارن و وانمود میکنن که اینا آدمای مستقلی هستن، از حکومت حقوق نمیگیرن. اینا کاری است که جمهوری اسلامی مدام در حال انجامش بوده. طرفداران شرمنده سانسور در ایران همیشه میگن باید اعتماد متقابلی میان هنرمند و نویسنده و شاعر از یک سو
و سانسور چی از توی دیگه ایجاد بشه. این حرفی است که اینا همیشه زدن که مولدان فرهنگی باید با حکومتی که کارش سانسوره اینا باید با هم اعتماد داشته باشن. چون چیزی امکان نداره اتفاق بیفته، فقط با زور و با پاداشه که این اتفاقات توی ایران در توی 40 سال گذشته، اونم نه اعتماد. حرف شنویست. شما کتابتو میخوای منتشر کنی، میگن آقا این فصلشو در نیاری، نمیذاریم منتشر کنی. خب افراد کنار میان، در نهایت کوتاه میان و فصل رو برمیدارن یا اون کلماتو حذف میکنن. این اسمش اعتماد نیست. خب این تمام این داستان که میگن اعتماد، این اعتماد قلابی باید وجود داشته باشه، اینه که اولا میخوان که افراد خودشون رو سانسور کنن، که امروز متاسفانه در ایران بسیار رواج داره خودسانسوری، و اینکه سانسورهای طرف مقابل رو هم بپذیرن تا بتونن برای کارشون مجوز بگیرن. این فرمول فرمولی نیست که در دراز مدتی تا ابد بتونه کار کنه. اتحاد جماهیر شوروی 70 سال این کار را انجام میداد و یک روز فروپاشید. نه تنها دولت از هم فروپاشید، بلکه اینکه تبدیل شد به 15 تا کشور. اتحاد جماهیر شوروی به 15 کشور متفاوت تبدیل شد. حالا در مورد ایران ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. این کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه همش متوجه هست به فروپاشی، متوجه هست به هم ریختگی کشور، متوجه هست به راه انداختن جنگ داخلی. اینا نمیخوان بدون هزینه این کشور رو رها کنن و برن. آینده رو خیلی سخت هست پیش بینی کردن. اما در ایران این سیستم نمیتواند تا ابد به کار خودش ادامه بده، چون سیستمی غیر عادی است. در این سیستم نه سانسورچی کارش رو تعطیل میکنه و نه طرف متقابل میتونه کاری بکنه که سانسورچی حساس نشه. این همیشه این تقابلی دعوا تا ابد ادامه پیدا میکنه. این گروه به ادعای خودشون میخوان سانسور سلیقه‌ای رو حذف کنن. ما چیزی به اسم سانسور سلیقه‌ای و غیر سلیقه‌ای نداریم. سانسور سانسوره، چون اصولا سانسور یک امر سلیقه‌ای است. سلیقه یک حکومت تمامیت خواهه که قرار هست روی افراد خاصی، روی گروه های خاصی، به مولدان فرهنگی، کسانی که در حوزه فرهنگ کار میکنن، اینها اعمال بشه. چجوری اعمال میشه؟ از طریق سلیقه اون آدم. چرا اون آدم میتونه این کارو بکنه؟ چون سپاه پاسداران و تفنگ و زور پشت سرش هست. که اگر کسی بره کتابش رو بدون اجازه منتشر کنه، یا کتابش رو جمع میکنن و بازداشت میکنن، زور حکومت پشت سر داستان هست، وگرنه چیز دیگری اینجا وجود نداره. افراد چرا باید آثار خودشون رو، کسی فیلم میسازه چرا باید 20 دقیقه‌شو در بیاره؟ کسی کتاب می‌نویسه چرا باید چند فصلش رو حذف کنه؟ چرا باید بخشش رو کنار بگذاره؟ چرا شما اصلا باید برای اینکه کتابتو منتشر کنی از حکومت باید اجازه بگیری؟ اینا سوالاتی است که هر روز به نظر من اینا کهنه نمیشه. یه عده ممکنه بگن آقا 40 سال گذشته اینا جریان بوده، دیگه ول کنیم. من معتقدم که آزادی بشر، فردیت بشر، کرامت بشر، اینها قابلیت تعطیل بردار نیست. اینها رو مدام میشه در موردشون سوال کرد. واقعا باید پرسید که چرا باید مردم ایران، میلیون ها زنی که حجاب رو باور ندارند، هر روز به خودشون و به جامعهشون دروغ بگن، یه لچکی سرشون کنن، یه رو سری سرشون کنن بیان بیرون. در جامعه امریکا، در جامعه اروپایی، تا 20 سال پیش تا 30 سال پیش اکثریت مردم، 60-70% مردم، با به رسمیت شناخته شدن زندگی مشترک همجنسگراها مخالف بودن. بعد با ازدواجشون مخالف بودن. این چطور عوض شد؟ چرا امروز به صورت قانون در اومده همجنسگراها میتونن با هم ازدواج کنن و دولت این رو به رسمیت میشناسه؟ اساسش بر این بوده است که 20 سال 30 سال فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، کتاب ها، نوشته های رسانه‌ای به مردم گفتن که آقا کسی که همجنسگراست و صبح میاد بیرون از خونه و این همجنسگرایی خودش رو پنهان میکنه، داره با یک دروغ زندگی میکنه. و چون در جوامع غربی دروغ زشته، دروغ یک ارزش منفی است، بخش های قابل توجهی از مردم در برابر این دوتا هنجار که قرار میگیرن، دروغگویی
و آشکار کردن همجنسگرایی فردی که در محیط کارشون هست، در محیط زندگیشون هست، فرزندشون هست، خواهرشون، برادرشون هست، اون همجنسگرایی رو گرچه ممکنه نپسندن اما به دروغگویی ترجیح میدن. متاسفانه امروز در ایران میلیونها زن ایرانی که به حجاب باور ندارند با این دروغ زندگی میکنند و جامعه ایران متاسفانه به دلیل اینکه حساسیت پایینی در مورد دروغ داره این دروغ رو باهاش مقابله نمیکنه، وگرنه در یک روز میلیونها زن ایرانی که به حجاب باور ندارن بدون حجاب به خیابان میومدن. هیچ حکومتی هم نمیتونه میلیونها زن رو در یک روز بازداشت کنه، غیر ممکن هست. هر حکومتی با همه امکاناتی هم که داشته باشه اگر در تهران، من نمیگم میلیونها نفر، 500 هزار زن در یک روز بدون حجاب به عرصه خیابان بیان در یک ساعت مشخصی، تمام امکانات سرکوب حکومت نمیتواند در یک روز 500 هزار زن رو بازداشت کنه، کتک بزنه، آب بر سرشون بریزه، شلاق بزنه، با قمه به جونشون بیفته. 500 هزار نفر رو نمیتونن کاری باشون بکنن. اگر در یک روز 500 هزار زن بیان در عرصه خیابان و متوقف کنن این دروغگویی حجاب اجباری رو، اینکه یه عده‌ای واقعا باور ندارند و روزانه میان بیرون یه لچکی سرشون میکنن، هم به خودشون دروغ میگن هم به جامعه دروغ میگن، مینمایانند که انگار باور دارن به این داستان، به چادر، به حجاب، در حالی که باور ندارن. این هاست، یعنی حکومت با مهندسی فرهنگی خودش نه تنها فرایند تولید و توزیع در عرصه فرهنگ رو مختل کرده، تبدیل کرده به مسخره، ریاکاری، آثار در واقع آثاری که هیچ ارزش هنری ندارن در این داستان داره تولید میشه. واقعا شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی نگاه کنید، ارزش حرفه‌ای نداره. من از کلمه مبتذل استفاده نمی‌کنم چون این کلمه رو جمهوری اسلامی و چپ‌ها بر هر چیزی که دوست نداشتن اطلاق می‌کردن. ارزش حرفه‌ای نداره. شما نگاه کنید به کسانی که در ایران گزارش ورزشی عرضه می‌کنن. آقای خیابانی، آقای کذا، آقای کذا. ببینید واقعا اینها کارشون رو بلدن؟ نه بلد نیستن، فقط بلدن خیلی خوب با مدیران کنار بیان، سر اذان حرف بزنن، یه اسمی از امام حسین و مقام رهبری ببرن و همین دلیل کار میگیرن. مجموعه یعنی نه تولیدات قابل توجهی است، نه کار قابل توجهی انجام میشه، اون طرفش هم انبوهی از تقلب و دروغ و ریاکاری متاسفانه هر روز در اختیار مردم قرار میگیره به عنوان فرهنگ، به عنوان بخش فرهنگ. حالا یه بخشایش با زندگی روزمره مردم مستقیما سر و کار داره، مثل آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نامگذاری، ثبت اسناد فلان. یه بخشایش هم خب مردم میتونن خاموش کنن، رادیو تلویزیون رو خاموش میکنن، اونها هزینه‌شو میپردازن. البته سالانه میلیاردها دلار خرج این دستگاه میشه، دستگاه تبلیغاتی حکومت، هزینه‌شو میپردازن اما واقعا نمیتوانن از این داستان استفاده کنن. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه نهم از دوره بیستم که بحثم در مورد چرایی دوام حکومت بود. یکی از علل مهمش ظرفیت حکومت برای مهندسی فرهنگی است و ظرفیت اندک مردم برای مقابله با این مهندسی های فرهنگی در حوزه های مختلف که در این برنامه من به وجوهیش اشاره کردم. با ما در تماس باشید، برای من نظراتتون رو بفرستید، برای تلویزیون هم همینطور. از پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما حتما ما استفاده میکنیم. تا هفته آینده روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.